و حال آقای جاوید کوهستانی معاون بنیاد معارف ترکیه با ما هستند تا در مورد کارکردهای این بنیاد بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای کوهستانی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه پایک روز. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر وقت. سلام و احترامات تقدیم میکنیم خدمت کارکنان تلویزیونی آریانا و خصوص آریانا نیوز و بیننده های عزیز محترم. بله، میشه در نخست در مورد محل کارتون که بنیاد معارف ترکیه هست بر ما بگوین؟ بنیاد معارف ترکیه فعلا در افغانستان ریاستشان در واقع شاید شمشیره در لیسه آریانا افغان ترک است و بیشتر از 14 باب لیسه ذکور و اوناست و یک 4 باب مکاتب ابتدایی و یک 3 مراکز تعلیمی دارد. در دوران قرنطین ما از طریق آنلاین یک اپلیکیشن کلابرایت داشتیم. از طریق کلابرایت تانستیم که شاگردان را به شکل آنلاین هم درس بدیم. در پاری از او شاگردایی که دسترسی به اینترنت نداشتن ویدیو ثبت کردیم در مکتب، ویدیو را همراه چپترهای کارخانگی به خانه شاگردان ارسال کردیم و از این طریق تانستیم که شاگردان را تعقیب بکنیم. حتی از طریق گوگل کلاس تانستیم که امتحان های آزمایشی بگیریم. بیشتر از 3000 ویدیو به خاطر همکاری به وزارت محترم معارف ما ثبت از سویه ابتدای الا 12 تقدیم از اونا کردیم تا یک شاگردان بتانند از طریق رسانه تلویزیون ها ببینند و از درس و تعلیم دور نمانند. بله، یعنی دانش آموزان این مکاتب از دوران آموزشیشان عقب نماندن و در حال حاضر میتونین که فارغین سال بعدی را داشته باشین، درست است؟ مکتب شروع شد، درسشان از اون جایی که دوره قرنطینه شروع شده بود ادامه پیدا کرد. زمانی که مکتب شروع شد پس درس های خود از اون صفحه یا موضوعاتی که خوانده بودن از اونجا آغاز کردن. بله، چقدر کیفیت را پایین آورده بود این کار یا اینکه مساویانه پیش می رفتین، چه درس حضوری باشه چه از طریق آنلاین؟ طبیعی است که آنلاین به حضوری رسیدگی کرده نمیتونه، یعنی درس حضوری جایگاه خود می داشته باشه، اما با ارسال چپترهای کارخانگی و کنترل آنها، گوش کردن شاگردها، اشتراک شاگردها بر درس های آنلاین و تماشای ویدیو، حداقل تانستیم که از سیستم تعلیم و تربیت شاگرد دور نمانه، فاصله نگیره. بله، روند جذب در مکتب چگونه است؟ روند جلب و جذب بسیار خوب است. فعلا مکتب ها صنف ها از شاگرد پر است، یعنی جایگاه یا جای خالی نیستی که مثلا صنف ها خالی شده باشه و تعداد کم باشه، این رقم نیست. فعلا تعداد شاگرد ها بیشتر از 5000 و 6000 شاگرد است. در هر مکتب که شروع شده با 200 و 500 300 نفر آغاز کرد. بله، چگونه میشه در این امتحانا ثبت نام کرد یا این امتحانا را چه وقت برگزار میکنه، چگونه از پروسه این امتحانات؟ شاگردایی که میخواهند به امتحان ورودی مکاتب معارف افغان ترک ثبت نام کنند، فتوکپی تذکرهشان دو قطعه عکس در مکاتب معارف افغان ترک مراجعه میکنند، دو مکاتب ثبت نام میشوند و برایشان نمونه سوالات امتحان ورودی مکاتب افغان ترک هم داده میشه و راهنمایی هم میشه. 15 عقرب ما امتحان داریم، انشالله برای خیلی شاگردها ثبت نام کردن اوقدر چی مشکل نیست یعنی. بله، آیا کدام مرکز تدریس به خاطر آمادگی این امتحانا وجود دارد تا از قبل دانش آموزان آمادگیشون را بگیرن برای این امتحانا؟ علاقمندانی که میخواهند آمادگی به امتحانات ورودی مکاتب افغان ترک داشته باشند، در مقابل دمی خود شهر کابل ما یک مرکز تعلیمی معارف افغان ترک داریم، بروشورایش هست و میتونن اونجا رفته درباره امی امتحان که کدام مضامین و چی چیزا میایه راهنمایی برشان شوه و همچنان آمادگی هم داریم. شاگردان کدام صنوف واجد شرایط به امتحانات این مکتب می باشند آقای کوهستانی؟ اصلا صنفای ششی که امسال سال 1399 خلاص می کنند به صنفای هفت می روند، واجدین شرایط در این امتحان می باشند و در پالی از او صنفای هفت کسایی که خلاص کردن می خواهند
به صنف 8 بروان واجدین شرایط می بوده باشند. یعنی ما هم به صنف 8 شاگرد می گیریم امسال، هم به صنف 7. بناهن صنفای 6 که 7 می شوان هم می تانند که امتحان بتن و 7 هایی که صنف 8 می شوان هم می تانند سب. کوهستانی اشخاصی که این امتحان را سپری می کنند چه امتیازات را صاحب خواند شدند؟ بعد از اینکه شاگرد های امتحان را سپری کردن دارای امتیازات خواد بودن، دارای بورسیه ها خواد بودن، کسایی که در کتگوری های اول می آین کاملا رایگان می خوانند، کسایی که در کتگوری دوم می آین با 50% تخفیف، کسایی که در کتگوری سوم می آین با 25% تخفیف. همچنان شاگردایی که از طبقه شهدا هستند در اثر حادثات والدین خود از دست دادن به شکل رایگان می خوانند اینجا جذب می شوند. وادپالی از او اراکین دولتی، اهل معارف، کسایی که هستند به اونام یک سلسله تخفیفات نظر گرفته شده. یعنی بعد از امتحان همه از اونا نظر به نمرات که شاگرد ها اخذ میکنند تعیین میگن. بله، برای خانواده های شهدا و وارثینشان به چه تعداد در این مکتب مصروف آموزش هستند و به چه تعداد معیار تعیین شده تا در این مکتب درس بخوانند؟ خانواده های شهدا اصلا ما برای هر صنف به اونا دو نفر در نظر گرفتیم که هر مکتب ما تا 5 صنف تا 6 صنف شاگرد داره، که اگر یک مکتب ما 5 صنف شاگرد جذب کنه به این مناسبت که 10 نفر از اونا در اینجا سهم دارن و حق دارن که باید گرفته شوند. بله، تغییرات که نسبت به سالهای گذشته در این مکتب به وجود آمده چه است؟ تغییرات خیلی زیاد است. از نگاه امکانات مکتبا واقعا با امکانات معیاری تجهیز شده، وسایل تجهیزی بیشتر از ترکیه وارد شده، در پالی از او سمینارهای آنلاین و استادای از ترکیه آمده ایجا سمینار میتن با استادای افغانی و جهت بلند بردن سطح دانش شاگردا و تجربه استادا یک سلسله سمینارها و کارها صورت گرفته تا اینکه استادای گرامی بتوانند با تجارب مختلف در شیوه درس و تعلیم تغییرات بیارند. بله، میخوایم بپرسم سوالی که بیشتر هموطنان ما دارن، آیا میشه که در این مکتب از دوران ابتدایی شروع بکنند و برشان آموزش داده شود؟ بله بله، ما فعلا مکاتب ابتدایی داریم، یعنی از کودکستان شروع سلا صنف 6 دو باب مکتب در کابل داریم، در هرات داریم، به مزار شریف داریم، به قندهار داریم که دوره ابتدایی را الا صنف 6 7 تدریس میکنن و در پالی از و بعد از اونا شامل لیسه ها میگردن الا صنف 12 به هر سطح و سویه مکتب داریم. بله، معاشات و امتیازات آموزگاران در این مکتب بیشتر از سوی کدام کشور تمویل میشه؟ معارف افغانستان یا ترکیه؟ اصلا بعضی مکاتب ما که رسما دولتی است از طرف هر دو دولت یک تعداد استادای رسمی معاش دارند و بیشتر مکاتبی که مثلا نیمه خصوصی استن یا کاملا خصوصی استن معاشایش از طریق دولت ترکیه برشان داده میشه. حتی به دوره قرنطین ما هیچ معلم یا هیچ آموزگار بدون معاش نگذاشتیم، با وجود از اینکه درس نبوده، تعلیم نبوده، رخصت بودن، هم معاشایشان به شکل به وجه احسن برشان در وقتش داده شد. بله، چه زبانهایی در این مکتب آموزش داده میشه؟ آیا از زبانهای ملی خود افغانستان عقب نخواهد ماندن؟ نه خیر، فقط اگر دری 4 ساعت بوده باشه پشتون و پولیش 4 ساعت است، انگلیسی، ترکی، عربی تدریس میشه در مکاتب. بیشتر فوکس ما برای زبانهای ملی است، بخصوصا دوره ابتدایی بیشتر پشتو دری میخوانند و بعدیش باز انگلیسی میخوانند، زیرا مضامین ساینس به انگلیسی میبینند. یعنی زبان های ملی را هویت ملی ما اهمیت میدیم، فراموش کرده نمیدیم. بله، بیشتر مردم علاقمند هستند در این مکاتب آموزش ببینند، چه سهولت هایی میخواین ایجاد بکنین تا بتونن بیشتر در اینجا با واجدین شرایط حضور پیدا کنند؟ اصلا از نگاه فاصله، از نگاه ای که در کدام ولایت ها باید مکتب تاسیس شود، خو فعلا ما قندهار، هرات، شبرغان، مزار شریف، جلال آباد، خود کابل چندین با مکتب داریم.
د میدان ورده کم یک به مکتب جدیدن آغاز میکنیم. در فالی از او به خاطر از اینکه دانش آموزا یعنی به شرایط بسیار آسان بتانند که دیجی بیاین وارد شوان درس بخوانند، از نگاه فیس خیلی فیس ها پایین آمده، از بعدی که دولت ترکیه تفاهم نامه را با وزارت معارف محترم افغانستان امضا کردند، مکاتب دروازه به روی همه باز است. در هر ولایتی که خواسته باشن اونا رو ثبت نام کرده، مفردات افغانستان خوانده، بالاخره میتونن دو امتحان کامیاب شوند و وارد از مکتب شوند. بله، آینده دانش آموزان مکاتب معارف افغان ترک و دیگر مکاتب چقدر متفاوت است؟ چه آینده انتظار این دانش آموزان را داره؟ دانش آموزانی که بعد از 4 سال و 5 سال دوره لیسر سپری میکنن، بیشتر وارد بورس های ترکیه میشن که امسال ما به تعداد 400 نفر از فارغین مکاتب بنیاد معارف ترکیه را به ترکیه فرستادیم. یک تعداد اقلیتشان علاقمندی به کنکور خود افغانستان دارن، با اونا کورس های جداگانه به خاطر آمادگی کنکور تدریس میشه تا اینکه به کنکور هم برسن. بیشتری نشان علاقمند هستند که به خارج بران و بنیاد هم به بیشتر از 56 کشور دنیا مکتب داره و پانتون داره، یعنی خصوصا به خاطر ارسال محصلین یا کسایی که دوره لیسر خلاص میکنن به ترکیه حد نهایی کوشش خود ما میکنن. بله، تشکر از شما آقای کوهستانی که در این بحث با ما بودین. موفق باشین.